سازمان ملل: طالبان در قبال حقوق بشر وظیفه دارد. همچنان خبر عاجل و فوری که همین اکنون به دست ما رسیده است، آماده کردن ارتش 20,000 نفری جهت سرکوب طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با مهمترین خبرها از این کانال خوش آمده. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها. سازمان ملل: طالبان در قبال حقوق بشر وظیفه دارد. با گزارش سپوتنیک، نوتسن، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان که به این کشور سفر کرده است، در دیدار با مدافعان حقوق زن در کابل بر ضرورت تضمین رعایت قانون بشر به طور یکسان توسط طالبان تاکید کرد. نوتسن گفت: ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بشر برای همه به طور یکسان وظیفه بر عهده طالبان است. این اظهارات در حال مطرح می شود که امروز رسانه ها از بازگشت ظریفه غفاری، شهردار میدان شهر مرکز ولایت میدان وردگ به افغانستان، خبر دادند. خانم غفاری که همانند بسیاری از مقامات مردم و نخبگان افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان از افغانستان خارج شده بود، امروز گفت برای کمک به مردم افغانستان به کشور باز گشته است. همچنان خبر عاجل و فوری که همین اکنون به دست ما رسیده است، آماده کردن ارتش 20,000 نفری جهت سرکوب طالبان. نقل از صفحه رسمی مارشال عبدالرشید دوستم: نشست ها و هماهنگی میان فرزندان قهرمان مارشال عبدالرشید دوستم بابا در کشور ایران از ماها بدین سو ادامه دارد. در طی چند ماه گذشته بیش از 20,000 نفر برای سرکوب طالبان آماده و بسیج شده هن. با گذشت هر روز صفوف نیروهای مارشال بابا قویتر شده روان است. هدایت و دستور حرکت قشون بزرگ به فرمان مارشال دوستم بابا صادر می گردد. انشاءالله طالبان زهر شکست تلخ و سنگین را با بادارانشان خواهد نوشید. وعده ما تا طلوع آفتاب. مارشال بابا به زودی هدایت و فرمان جنگ را برای آزادی کشور از دست طالبان صادر می سازد. از توجهتون تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا بسته خبری دیگر، الله مددگارتون. فراموش نکنین این ویدیو را لایک و به دوستانتون نیز به اشتراک بگذارید. پیروز و کامگار باشید.